من حرفا رو کاملا گوش می دادم. وقتی که تمام می شد مقایسه می کردم با نفر قبلی و نفر قبلی و نفر قبلی، می دیدم منشأ همه این خبرها یک کانون واحد است و یه لبخندی می زدم، می گفتم خیلی ممنون، شبهکم الله بالخیر والعافیه. ما از شما تشکر می کنیم. بعد می گفتم اگر شما با امریکایی‌ها ارتباط دارید بگی. ملت ما دست شما رو خونده است و فریب این طراحی‌های شما رو نخواهد خورد. ما رفته بودیم به نیویورک، آمریکا در جلسه شورای روابط خارجی در ذهن من این بود یک نقبی بزنیم به عمق مدیریت آمریکا، ببینیم که اینا چند مرده حلاجن، ما با کیا طرفیم و از این به بعد چه کار باید بکنیم با اینها. ما رفتیم اونجا، اینا با یک آرایش برنامه ریزی شده آمدن برای مقابله. میدونی من قبلا یک نامه برای آقای بوش فرستادم. بدانید شما جوانان عزیز این کشور، زمانی که این نامه نگاشته میشد بنده با وضوع و با توکل بر خدا، حقیقت در دلم این بود خدایا، ای خدای بزرگ، در این نامه برای رئیس نظام سلطه و پرچمدار نظام سلطه هدایت قرار بده، دل او را به حقیقت، دل او را به خداپرستی و دل او را به عدالت نرم کن. اما پاسخ ندادند. بعدن تقاضا کردیم، گفتیم شما اگر برای مدیریت جهان خیلی حرف دارید، ما آماده هستیم در سازمان ملل با هم مناظره کنیم. گفتن نمیتوانیم. ما گفتیم اگر نمیتوانیم به اتفاق مشاورینتون بیاید. باز گفتن نمیتوانیم. در جلسه شورای روابط خارجی این مناظره برپا شد، 28 نفر در برابر یک نفر. یک سازماندهی داشتن، یک فرماندهی نفر به نفر میفرستاد وسط صحنه سوال بکند. معلوم بود سوالهای اونا حول دو سه تا محور بود. اولین سوال این بود که شما چرا اسرائیل و هولوکاست رو زیر سوال میبرید. در اون سایت منتشر شد متنش، من میخوام حواشیش رو براتون بگم. من پاسخ دادم، یکی از اینها که یک آدم 60-70 ساله بود، برای اینکه بدونید چه خبره، من عزیزم میبینم براتون تعریف میکنم. بدانند پیشتر از ما، پیشگامان ما،
در راه دفاع از آزادی حقیقی و استقلال و عدالت مثل شهید رجایی جانشان و تنشان را سوختند. افتخار امثال بنده رسیدن به اون جایگاه و سوختن در راه تعالی این ملت است. اما آمریکایی ها بدونن اگر هزار بار در راه آرمانهای این ملت همه وجود من بسوزد، یک سانتی متر از آرمانها عقب نشینی نخواهیم کرد. آمریکایی به من میگفت تو اطلاع نداری، ماجرای هولوکاست ربطی به اسرائیل ندارد، یک موضوعی است در تاریخ مال گذشته. من به ایشون گفتم اگر متعلق به گذشته است، شما چرا الان انقدر روی اثباتش اصرار داری؟ شما چه نتیجه‌ای میخواهی در محیط سیاسی امروز بگیری که کسانی که علیه هولوکاست فریاد میزنن اونها رو به سلاوه میکشی و به زندان میکشی؟ ما که پشت دست شما رو خوندیم، شما همه عناصر وابسته به صهیونیست جهانی هستی و ما بدید میخوام خستتون نکنم، بالاخره همه همزمان شعار بدید خسته بشید. میخوام یه دعوتی هم درباره عدالت کنم. عزیزی پرسیدن مهرورزی و عدالت رو تعریف کنی. من میخوام بگم مهرورزی یعنی این که تمام این مطبوعات و سیاسیونی که به احمدی نژاد به ناحق فحش و بدوی را میگن، احمدی نژاد همه اونها رو از ته دل دوستشون داره. خدای بزرگ و خدای بزرگ شاهد و ناظر است. من میخواهم بدونن که این چیزا اثری ندارد. خدا شاهد است که حاضر نیستم ذره ای به اونها آسیبی وارد بشود یا در مسیر تعالی و رسیدن به قله های کمال اونها هیچ خللی وارد بشود. علت اصلی بسیاری از مخالفت ها با احمدی نژاد این است که احمدی نژاد از دانشگاه برخواسته است و روحیه دانشجویی و عدالت خواهی را حفظ کرده است. حالا که گروه فضل علم دار این جوانان شجاع را نگه دار. اما بذارید یکی دو جمله هم درباره عدالت با شما صحبت کنم. شما عدالت رو بهتر از من میفهمید و لمس میکنید. پیشرفت ما، ارتقای ما وابسته به عدالت است. عدالت محور جامعه اسلامی و آرمان بلند